خب شاید از دفعه قبل که من پادکست گذاشتم خیلی وقته که میگذره، به خاطر اینکه یه چند وقتی بودش که من به قول معروف داشتم در رابطه با SCA یا Strong Customer Authentication تحقیق میکردم. شاید اونا که با وبسایت پارسکلیک کار کردن دیده باشن که من از Braintree Gateway استفاده میکنم برای پارسکلیک، بخاطر اینکه بعضی میخوان با پیپال پرداخت بکنن بتونن با پیپال پرداخت بکنن و مشکلی واسهشون پیش نیاد اگر کارت بانکی از داخل ایران بین‌المللی ندارن. حالا اون وبسایت هایی که ساختم، مثلا یک وبسایت جیمی ساخته بودم که چند وقت پیش و اون واقعا وقت منو گرفت، چون بعضی از کارت ها هستن داخل، اولا SCA چی هست؟ SCA Strong Customer Authentication هستش که الان 11 سپتامبر 2019 هست، تقریبا 14 سپتامبر 2019، یعنی 3 روز دیگه اتفاق میفته و من دقیقا دیشب تموم کردم تمام وبسایت هایی که باید آپگریدشون میکردم برای SCA و این واقعا وقت منو گرفت. پارسکلیک بودش، پرژن وو بود و جیمان لندن و چند تا وبسایت دیگه و استرایپ. واقعا API خیلی بهتر بود تا زمانی که الان یه مقدار فرق کرده و برای کاستمرهایی که داخل اروپا هستن نه داخل آمریکا این اتفاق میفته که بعضی از کارتاشون یا بعضی از بانک ها این کار انجام میدن که هر موقع خواستن شما رو شارژ بکنن آنلاین به صورت ای کامرس، باید شما اوتنتیکیشن انجام بدید یا از توی موبایلتون یا ایمیلتون یه دکمه رو فشار بدید بگید که این شما بودید که میخواستید این شارژ رو انجام بدید یا این از این به قول معروف استفاده بکنید که کارت بانکیتون شارژ بشه. این به خاطر این هستش که از فراد جلوگیری بشه یا کلاهبرداری جلوگیری بشه و این رو اروپا از 14 سپتامبر به قول معروف اجرا کرده. خب من برای این وبسایت ها این کار انجام دادم که اونایی که نمیتونیم شارژ بکنیم، چون میدونید که سابسکریپشن یعنی ممبرشیپ یا کسایی که میخوان سابسکرایب کنن به یه وبسایتی، دوباره ازشون سوال میشه که آیا این شما هستید که میخواد آتنتیکیت بکنید و اینا دوباره باید کارتشون رو وارد بکنن و آتنتیکیت رو یا اوکی رو بزنن و بعضی موقع هستش که شما میخواد یه شارژ دیگه اعمال بکنید. مثلا جیم بعضی از مثلا میگه که مثلا یک باشگاهی شما میخواید ثبت نام کنید، مثلا میگه که ماهی 50 پوند شما باید بدید، خب و بعد برای دفعه اول شما یه جوین فی هم دارید، مثلا یه 20 پوند 30 پوند جوین فی دارید یا مثلا 15 پوند جوین فی دارید و این جوین فی رو بعضی از کارت ها رو دیگه از این تاریخ به بعد نمیشه شارژ کرد، به خاطر اینکه نه تنها اون سابسکرپشن احتیاج به اتنتیکیشن داره بلکه اون جوین فی هم شما باید اتنتیکیت بکنید و وقتی که از مثلا ایونت لیسنر استفاده میکنید توی لاراول اون موقع باید چیکار بکنید؟ اون موقع باید اگر جوین فی شارژ شد که شد، اگر نشد شما باید یک دوتا کلید رو دوتا توکن رو داخل دیتابیس ذخیره بکنید و اون موقع ادمین ها متوجه بشن که این جوین فی پرداخت شده یا نه. اگر پرداخت نشده شما رو به باشگاه راه ندن، اگر پرداخت شده شما رو به باشگاه راه بدن و این واقعا دردسر بود، واقعا اعصاب خرد کن بود. لاراول کشیر خیلی کمک کرد اینجا به ما، من خودم هم کانتریبیوت کردم. اگر برید لاراول کشیر رو نگاه بکنید چند تا کمیت رو اونجا انجام دادم و خیلی کمک کردم به تست کردن که این بچه ها بتونن کارشون انجام بدن و یه پسر بلژیکی بود که این تمام این کارها رو انجام داد، فکر کنم اسمش دیویس بود یا همچین چیزی بود. خب این از خبر اول. خبر دوم این که در حال تغییرات برای پارسکلیک هستم. تغییر اولی که دارم اعمال میکنم این که کلن CSS و استایل ها عوض میشه. یادتون میاد که پارسکلیک یه مقدار سنگین بود و من خیلی از لایبرری ها رو حذف کردم، ولی هنوز باز لایبرری های سنگین وجود داره و این به خاطر این سرعت پارسکلیک بالاست، به خاطر اینکه سرور ما داخل دیجیتال اوشن هست. دیجیتال اوشن واقعا سرورش خیلی قدرتمنده و من رم و سی پی یوم خیلی بالاست و یه چیزی در حدود 20 دلار در ماه برای پارسکلیک من فقط پرداخت میکنم که شما بتونید استفاده کنید. بعد لاراول قدرتش رفته بالا و همینجور PHP 7.5
4 داره میاد، یعنی نوامبر، الان سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دو ماه دیگه PHP 7.4 میاد که خیلی شبیه ECMAScript 6 هست، یعنی جاوا اسکریپت هست. یه چیزی مثل arrow function داریم توی PHP 7.4 که منو خیلی excited میکنه که بخوام از PHP 7.4 استفاده کنم. سرعتش باز 10% میره بالاتر، واقعا سرعت PHP فوق‌العاده رفته بالا و این فریمورک رو واقعا قوی کرده. خب تغییری که برای پارسکی دارم انجام میدم اینه که CSS رو کلا تغییر میدم، یه جوری مثل سایت استرایپ خواهد شد و از وبسایتی به اسم Creative Team استفاده میکنم که بتونم این کار رو انجام بدم. من دیزاینر ندارم برای پارسکلیک، همه کار رو خودم انجام میدم و وبسایت های خیلی قدرتمندی مثل لرکست یا لرول اینا همشون چیکار میکنن؟ دیزاینر دارن. دیزاینر کسی هستش که مثل، حالا بیشتر دختر هستن ولی ما چیز نیستیم، نمیگیم که همه دیزاینرها دخترن، ولی دخترها بهترن برای دیزاین کردن یک، به قول معروف، UI UX یا UX UI. و من خب دیزاینر ندارم، همه کارو خودم انجام میدم چون پارسکلی اینقدر درآمد نداره که بخوام به دیزاینر پول بدم. خب CSS رو داریم اینجا تغییر میدیم و یه سری کارا رو داریم اینجا انجام میدیم. من در حال احتمالاً از فامیلم استفاده بکنم که بتونم داخل ایران حسابی باز بکنیم که بتونیم یکی از این درگاه‌ها استفاده بکنیم. داخل انجمن پارسکلیک برای من، به من بگید که کدوم درگاه خوبه. یه چیزی مثل زرین پال من شنیدم یا پیمنت 24 شنیدم، یه چیزی بهترینش رو میخوام. شما یک انجمن درست بکنید، یک بحث درست بکنید که بهترینش رو به من بگید و من بفهمم که بهترینش کدومه که بتونم یکیشو پیک بکنم. چیزی میخوام مثل استرایپ که یه نکته اینجا به شما بگم، بعضیا داخل پارسکلیک میام مثلا با پیپال پرداخت میکنن. خب من این قابلیت رو، برین تری داره، برین تری رو خود پیپال درست کرده، بعد میان این رو پرداخت میکنن و بعد سابسکرایب میکنن. حالا اونایی که با کارت سابسکرایب کردن، خود داخل پارسکلیک میتونن کنسلش بکنن. وقتی کنسلش میکنن، خب من همونجا که کنسل نمیکنم. شما مثلا امروز پول دادید، 9 پوند پول دادید که از پارسکلیک استفاده کنید، همین امروز کنسل میکنید، دسترسی به ویدیوها رو دارید تا ماه دیگه، چون شما تا ماه دیگه پرداخت کردید به پارسکلیک و اینو بهش میگن گریس پیریود. یعنی شما مثلا امروز پول پرداخت کردید، 15 روز دیگه کنسل میکنید، باز 15 روز دیگه دارید، میتونید استفاده بکنید تا اون روزی که پرداخت کردید از ویدیوها میتونید استفاده بکنید. بنابراین این نکته اول. نکته دومی که بعضی هستن که میان با پیپال پرداخت میکنن، نمیدونم، نمیخوام مثلا توهین کنم به هم یا چیز بدی در رابطه با هموطنان هم بگم، ولی فکر میکنن که خب اروپایی ها یا آمریکایی ها به این سناریو اصلا فکر نکردن. مثلا میان با پیپال پرداخت میکنن، بعد میرن از طرف پیپال، چون پیپال کنسلشن داره، میرن از اونجا کنسل میکنن، فکر میکنن که مثلا پارسکلیک نمیفهمه یا برین تری نمیفهمه، از طرف پیپال کنسل میکنن ولی از طرف مثلا پارسکلیک کنسل نمیکنن. خب ماه که به موعد مقررش میرسه، یعنی ماه بعدی وقتی میخواد کارت شما رو شارژ بکنه، روز اول میاد از پیپال شما پول پرداخت، دوباره پرداخت بکنه، یعنی ماه دوم، روز اول میاد پول بگیره، میبینه که شما پیپال قطع کردید، دوباره میاد پول بگیره، میبینه شما روز دوم شما دوباره پول پرداخت نکردید، یه روز دیگه میاد دوباره شارژ میکنه، میبینه شما پول پرداخت نکردید، اون موقع یه وب هوک یا یه به قول معروف یک ایونتی فایر میکنه به سمت پارسکلیک. پارسکلیک از اون وب هوک میگیره و چیکار میکنه؟ عضویت شما رو کنسل میکنه. تمام این سناریو رو همه رو بهش میگم وب هوک کنترلر، همه اینا رو کشیر انجام میده، من خودم همه کار رو انجام میدم، من میبینم کی کنسل کرد از پیپال. یعنی موقعی که کسی که از پیپال کنسل میکنه، اولین کاری که پیپال میکنه ایمیل به من میده، اصلا برین تری ایمیل نمیده، خود پیپال ایمیل میده، مثلا میگه محمد یا امیر یا مثلا محسود فلانی has cancelled the subscription through PayPal. من خودم میتونم ایمپرسونیت کنم داخل اکانت طرف و خودم اونجا کنسل کنم و این کار اصلا انجام نمیدم، چون میدونم که برین تری وب هوک فایر میکنه و کنسل میکنه. اگر کارت شما پول نداشته باشه یا نمیدونم
پیپال شما کنسل شده باشه، برین تری سه بار سعی میکنه که کارت شما رو شارژ بکنه یا پیپال شما رو شارژ بکنه. بار سوم اگر اتفاق نیفتاد وبهوک میفرسته و پارس کلیک اینو کنسل میکنه. باید اینا رو دیگه خودتون بدونین. تمام اینا وبهوک ها، تمام این مسئله ها همش کارهایی هستش که برنامه نویس خودشون اینا رو سناریو رو اعمال میکنن و ازش استفاده میکنن و همین چیزها رو دارن. فکر نمیکنم کسی بخواد این کار انجام بده فکر کنه مثلا زرنگ بازیه، بعد مثلا فکر کنه که کسی تا حالا به این قضیه مثلا فکر نکرده. ولی من چیزا رو میبینم افسوس میخورم، میگم که چرا همچین فکری یک آدم میتونه بکنه که مثلا بگه که آره من از طرف پیپال حسابمو مثلا قطع میکنم، پارس کلیک نمیفهمه، میتونم همینجوری تا آخر عمر ادامه بدم. خیلی راحت میشه، انقدرم مشتریامون بالا نیستن که من نفهمم یا 2000 تا مشتری پرداخت نکردیم که مثلا بخوایم ما نفهمیم اینا رو. این از این. خبر بعدی این که پس این از پارس کلیک، یه سری دارین تغییرات انجام میدیم. ممکنه از این پیمنت، ممکنه هنوز 100% نشده، من چی در حدود 30% دارم بهش فکر میکنم که بتونیم از این درگاه های چیز انتخاب بکنیم داخل کشور. ولی بچه من کسی داخل کشور ندارم و برای من خیلی سخته که بخوام این کار انجام بدم. دلایلی دارم، خیلی به من ایمیل میدم میگم من نمیدونم ناراحتم که پارس کلیک حساب نمیدونم داخل ایران استفاده نمیکنه. من اگر داخل ایران حساب باز بکنم، من مقیم انگلستان هستم، اگر داخل ایران حساب باز بکنم و از ایران پول بیارم به اروپا، اصلا کلا پلیس منو میگیره، چه به خاطر اینکه ایران تحریمه، نمیشه از ایران داخل ایران پول آورد به اروپا یا اصلا با ایران معامله کرد. اینو شده، اینو شما باید تشخیص بدید. اصلا قبلا هم سخت بوده این کار انجام دادن، بنابراین خیلی دست ما بسته. اصلا کسی بخواد اینجا بو ببره که من از ایران پول میارم یا حالا یه حساب تو ایران دارم شما رو شارژ میکنم و طرف صرافی بخوام پول بیارم اینجا، این برای من بزرگترین دردسره. پس بنابراین خودتون بذارید جای من، شما نمیاد اقامتتون و زندگیتون رو خطر بذارید به خاطر مثلا 9 دلار طرف بخواد این کار انجام بده. حالا من این کار انجام بدم چند تا مشتری گیرم میاد نمیدونم. بنابراین 30% به خاطر 30% دارم به این قضیه فکر میکنم، هنوز اطمینان ندارم که بخوام این کار انجام بدم. بس بنابراین احتیاج نداره ایمیل بفرستید برای من، من اگه میتونستم تا حالا این کار انجام داده بودم، ولی هنوز دارم دورش میگردم. خبر بعدی این که گیت هاب چند تا گیت هابی که مایکروسافت خرید چند تا قابلیت های جدید آورده. مثل بهترینش که امروز دیروز اومد گیت هاب اکشن هست، CICD بهش میگن، Continuous Integration Continuous Delivery. مثلا شما تست می نویسید برای برنامه تون یا سافتورتون، وقتی که تستتون چیز میشه به قول معروف تستتون میخواد، تستایی که نوشتید وقتی که مثلا یه چیز رو پوش میکنید داخل ماستر، این Continuous Integration الان بهش میگن CICD و Continuous Delivery میاد چیکار میکنه؟ تستاتون رو اعمال میکنه. اگر تستاتون پس نشد پول نمیکنه یا کمیتتون رو نمیذاره اجرا بشه داخل، یا پول ریکوست وقتی میفرستید نمیذاره که مثلا پول ریکوستتون احتیاج دیگه، شما میفهمید دیگه نمیخواید که مثلا مرجش بکنید پول ریکوستو. بنابراین این خیلی خبر مهمیه. قبلا حالا برای PHP و اینا از تراویس سی آی استفاده میکردن و همینجور از استال سی آی، ولی فکر میکنم با این گیت هاب خیلی کار راحت تر بشه. خبر بعدی این که لاراول 6 اومد. لاراول 6 خیلی سرعتش بالاست و از خیلی چیزهای جدید استفاده کرده و من هنوز در حال آپدیت کردن پارس کلیک به لاراول 6 هستم. فعلا ورژن ما لاراول 5.8 هست و یه مقدار سخته، مخصوصا ویم او که من ازش برای آپلود کردن ویدیو استفاده میکنم، API‌اش هنوز سازگار نیست با PHP 7.2. دیگه هر چیزی زیر 7.2 PHP 7. حتی 7 PHP 7 هم دیگه کسی ساپورت به قول معروف نمیکنه. 7.2 هم تا همین نوامبر ساپورت میشه. بعد خیلی مهمه که اگر اپلیکیشن دارید اپلیکیشناتون رو چیکار بکنید؟ آپدیت بکنید، وگرنه داغون میشه اپلیکیشناتون. بعد لاراول یک سرویس جدیدی آورده به نام لاراول ویپر
و این لارول ویپل از سرور ساید رندرینگ استفاده میکنه. برای اونایی که نمیدونن سرور ساید رندرینگ چیه، سرور ساید رندرینگ یعنی این که تمام کارهایی که اپلیکیشن شما انجام میده با یه زبان برنامه نویسی مثل جاوا اسکریپت و پی اچ پی سمت سرور اتفاق میفته و سرور تمام حساب کتابا رو انجام میده، به شما HTML تحویل میده. من یه درسی ساختم به نام React SSR که در رابطه با همین داره توضیح میده. اگر نمیدونید و حتی علاقه به ریاکت ندارید، این نگاه کردن این درس باعث میشه که بفهمید که سرور ساید رندرینگ چی هست. و انقدر این قضیه جدید و فوق‌العاده محبوب شده که حتی لاراول هم در رابطه باش یک سرویسی ساخته به نام لاراول ویپر. اگر وبسایت هایی میسازید که به قول معروف از وبسایت های میدیوم هست، یعنی انترپرایز نیست، احتیاج نداره از سرور ساید رندرینگ استفاده کنید یا SSR. ولی اگر از وبسایت های درست کردید که مثلا از انترپرایز هست، یه وبسایت های خیلی بزرگ کمپانی مثلا میلیون ها کاستومر داره یا مشتری داره، بهتره از SSR استفاده بکنید. و این از این. لاراول اسپارک هم من درش اصلا خود پارس کلیک از لاراول اسپارک استفاده میکنه. من چون جدا از کارم برای مشتریام وبسایت درست میکنم و دیگه نمیام از اول بشینم سابسکریپشن درست بکنم، شارژ درست بکنم، همین اینا رو لاراول اسپارک برای من انجام میده و یه چیز در حدود $300 پول دادم که من این سرویس رو بخرم هر چقدر خواستم ازش استفاده کنم. و جالب اینجاست که من خودم هم درش کامیت کردم. اگر اینستاگرام من داشته باشید دیدید که من به این پروژه کمک کردم که بتونه چیز بکنه، ادامه پیدا بکنه. و تیلور آتفیل زیاد چیز نمی کنه، روی این کمیت نمی کنه. یک شخص هست به نام محمد سعید که مال مصر هست، این خیلی کمیت می کنه درش. و خب لاراول هم ساپورت برین تری رو از بین برد به خاطر همین قضیه SCA. بنابراین من مجبور شدم که کشیر برین تری رو دانلود بکنم و فورک بکنم داخل گیت هاب و خودم مینتینش بکنم. این از این. درس های ریاکت یه چیز در رابطه باش بگم، من خیلی در رابطه با ریاکت درس ساختم به خاطر اینکه ریاکت اپلیکیشن یک لایبری فوق‌العاده، فریم ورک نیست، لایبری فوق‌العاده قوی هست که توسط فیسبوک نگهداری میشه و از این با این لایبری هزاران هزار کار وجود داره، یعنی داخل آمریکا، داخل انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، همه این کشورها اگر ریاکت دیولپر باشید شما رو هوا میقاپن. یعنی یه چیزی مثل تمام این درسایی که دادم برای ریاکت، مثل SSR، مثل ریداکس، اگر ریداکس رو بدونید، اگر موبکس رو بدونید، اگر ریاکت رو بدونید، ریاکت پیشرفته رو بدونید، گراف کیوال رو بدونید، گراف کیوال چیز جدید هست، تمام اینا رو اگر بدونید حقوق کلانی دارید، اگر حقوق شما بیشتر از حتی اون حقوق چیز هستش، PHP developer هست. و این از این، به خاطر اینکه تمام کارها دارم با ریاکت انجام میدم. بک‌اند فقط API به شما میده و شما با ریاکت اپلیکیشنتون رو میسازید. اگر این درس ها رو نگاه بکنید 100% فوق‌العاده، اگر نگاه بکنید، دانلود بکنید یا دنبال بکنید، فوق‌العاده راحت میتونید کار پیدا بکنید و راحت میتونید برید چیکار بکنید، برید جلو و حتی پول دارشید. چون من همه این جاب هایی رو که میبینم داخل لینکدین، لینکدین اینجا یه چیزی در حدود 20 تا ایمیل من در روز میگیرم برای کار که مثلا میگن که آیا ریاکت دیولپر هستی، نمیدونم ریداکس هستی و ویو، حتی ویو جی اس که من میخوام درسش رو بیشتر کنم. اگر اینا رو میدونی، انگولار نه، انگولار خیلی دراپ کردن اومده پایین. و اگر ریاکت هست و ویو دیولپر هستی، من ویو رو بیشتر از ریاکت دوست دارم، ولی ریاکت در رابطه باش کار بیشتر هست. اگر ویو دیولپر و ریاکت دیولپر هستی، فلان قدر دستمزدت میشه و میتونی چیکار بکنی، شروع کنی کار کردن. یه اینترویو میکنن، یه تست ازتون میگیرن، اگر تستتون قبول شدید و بفهمن اخلاقتون خوبه اینا، سریع بهتون کار میدن. یه چیزی در رابطه با درس های جاوا اسکریپت بگم. درس های جاوا اسکریپت رو چند تا نویسنده به من ایمیل دادن، گفتن که بهتره یه سری در رابطه با جاوا اسکریپت صحبت بکنی. جاوا اسکریپت چیزی نداره این روزا، جاوا اسکریپت و جیکوری. من درس جیکوری دادم، چیز جدیدی داخل جیکوری نیومده و خیلی ها دیگه با جیکوری
از جی کوری خوبه، من چیز بدی نمیگم ازش، ولی خیلی دیگه از جی کوری استفاده نمیکنه، از خود جاوا اسکریپت معمولی استفاده میکنن به خاطر این فریم ورک های معروفی مثل ریاکت و ویو، و اون درس های جاوا اسکریپت قدیمی نشده، شما میتونید ازش استفاده بکنید و بفهمید که جاوا اسکریپت چجوری کار میکنه. اگر میخواید خودتون آپدیت کنید با اکماسکریپت 6، درس های اکماسکریپت 6 رو هم من دادم که تامنیلش زرده، میتونید نگاه بکنید بالا، مثلا PHP رو نگاه میکنید، PHP 7 رو هم درسش رو دادم دیگه، کل داکیومنتیشن رو نمیشه ازش ویدیو درست کرد، مثلا اکماسکریپت 6 اون چیزایی که مهمه و ازش همه استفاده میکنن براش ویدیو ساختم، درس های جاوا اسکریپت هم داریم، درس های جی کوئری هم داریم، اینا تغییر پیدا نکرده، این آموزش قدیمی نمیشه، اگر قدیمی بشه میگم که آقا قدیمی شده نمیخواد نگاه بکنید، ولی دیدن اینا ضرر نداره، پایه دیدنشون هیچ ضرری نداره. در آخر میخوام نکته در رابطه با انجمن بگم، یه سری از دوستان هستن اسمشون نمیارم، خیلی سوالای مبتدی میکنن، نمیخوام بگم که سوالای مبتدی کردن بده، آدم من خودم هم یه روزی مبتدی بودم، ولی سوال دو خطی به درد هیچ کس نمیخوره، مثلا یکی میاد میگه مثلا $_get چیه، درخواست get چیه، دیگه اینا رو که دیگه نمیشه تو انجمن، یعنی گفتگو، شما فکر میکنید مثلا 10 نفر میان برای این سوال جواب میدن، مثلا اینجا انقدر ما بیکار هستیم که مثلا 10 نفر بیان بگن که آقا $_get چیه، انجمن برای مثلا موقع خوبه که الان مثلا ما داریم در رابطه با اینکه گیت هاب ایران مثلا کاربرای ایران رو تحریم کرده صحبت میکنه، اینو بهش میگن گفتگو، گفتگو مثلا فرق بین انگولار، ریاکت و ویو چیه، کدومش بهتره، اینو میگن گفتگو، گفتگو مثلا باز میگم که چطوری ما در ریموت کار پیدا بکنیم، اینو بهش میگن گفتگو، چطوری ما فیلتر رو رد بکنیم، چطوری پارسکلیک میتونه مثلا درسای ویژه رو بهتر بکنه، یا مثلا من اشکالی دارم این کدمه و اینو میزنم این ارور رو میگیرم، نه اینکه مثلا بیان یه سوالی بپرسید مثلا آره من چطوری میتونم یه وبسایت درست بکنم که از ایجکس استفاده بکنه، سفر رو بدون اینکه لود بکنی مثلا ریفرش بکنیم کامنت ها بیده، چیزی در رابطه چیزی مثل پارس کلیک، ما 2500 تا ویدیو ساختیم که تو این 2500 تا ویدیو دقیقاً اینا رو گفتن، فقط شما باید برید یه سرچ بکنید داخل پارس کلیک و پیدا بکنید، کار سختی نیست دیگه، اینا رو دیگه نمیشه در رابطه باش در رابطه با فرضیات یا این چیزی که مثلا شما میخواید درست بکنید ما بیایم گفتگو بکنیم، اینا نمیگن گفتگو، که مثلا یکی میاد به شما میگه که انگار که مثلا به یه بازیگر تلویزیون بگن که آ شما مثلا بازیگر تلویزیونی، بیا این تلویزیون منو درست بکن، خب بازیگر چه ربطی به تلویزیون داره، میدونی چی میگم؟ پس بنابراین بهتره که موقعی که گفتگو میکنید اولش ببینید آیا این چیزی که میخواید بپرسید واقعا ارزش گفتگو کردن داره، قبلا ساخته نشده، ما اونجا نکته نوشیم، فکر نمیکنم داخل انجمن هیچ انجمنی در رابطه با چیزی نکته‌ای بنویسن، ولی ما اونجا 10 تا نکته نوشتم اون بالا قبل از ساختن انجمن، بازم کسی اونو نمیخونه و انگار که مثلا میان یه سوال میپرسن میگن که ما چجوری یه وبسایت بزنیم، اینجا خب ما برنامه نویسیم، نمیایم که به قول معروف از اول شروع بکنیم بگیم که بله بیا PHP رو دانلود بکن، MySQL رو دانلود بکن، بعد برو ویو رو نصب کن، حالا برو لاراول یاد بگیر، بعد برو ایجکس رو یاد بگیر، نمیدونم ویو رو یاد بگیر، حالا بعد بیا چیکار بکن، تایپ کن لاراول نیو اپ، لاراول رو دانلود بکن، نمیدونم الیکسر رو دانلود بکن، حالا برو دیجیتال اوشن فلان، میدونی چقدر مراحل وجود داره برای ساخت یک وبسایت، خب اینو نمیان دونه دونه توضیح بدن، اینا همش ویدیو ساخته شده براش، و اگر سوال خاصی در رابطه با مشکلی خاصی داشتید، یه مشکل خاص، مثلا من این کد رو اجرا میکنم این اتفاق میفته و اجرا نمیشه، حالا چیکار بکنم، اون موقع میتونید چیکار بکنید، بهتره که اینجوری سوال بکنید. پس اینا چیزایی بودش که میخواستم تو این پادکست بهتون بگم، و در رابطه با خیلی چیزهای دیگه میخواستم صحبت بکنم، ولی فکر میکنم تا همینجا بس، و فکر میکنم بیشتر از این بتونم براتون پادکست درست بکنم. حالا در آخر میخواستم بگم که
کمک بکنید که بتونیم جامعه برنامه‌ریزی رو پیشرفت کنیم، ببریم بالاتر. با این اوضاعی که ایران داخلش داره یه مقدار سخته که بشه برنامه نویس موند و نرفت کار دیگه انجام داد. بنابراین سعی بکنید که بتونید همینجوری بمونید و پیشرفت بکنید و باعث نشه که پول در نیاوردن یا به قول معروف کاری انجام ندن شما رو دل سرد بکنه. به راه خودتون ادامه بدید.